با توجه به اینکه شرایط خاصی برای بیماران خاص وجود داره و لازم هستش که حتما تلقیه واکسن با یک ملاحظات درمانی و بهداشتی صورت بگیره، به همین دلیل ما در حوزه تحت استحواذی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اقدام کردیم به اینکه 4 تا از مراکز درمانیمون شامل بیمارستان مهدیه، بیمارستان طرفه، بیمارستان اشرفی اصفهانی و بیمارستان امام حسین رو برای این کار تخصیص دادیم. علت این که این بیمارستان اصلا چون عمدتا خدمات این بیمارستان خدمات تک تخصصیه و شرایط مطلوب تری رو از نظر میزان درگیری بیماران با کووید 19 رو دارن، به همین دلیل این بیمارستان انتخاب شد. از نظر جغرافی عمدتا در مناطق جنوبی و شرقی تهران مستقر هستند. به این شکل خواهد بود که بیماران خاص بر اساس اعلامی که ما میکنیم، چون اینا به صورت کاملا مدون پرونده های سلامت الکترونیشون در خدمت عزیزان خواهد بود، اینها مراجعه میکنن اینجا و فرایند تلقی واکسن براشون انجام میده. قبلش تیم پزشکی ما اینها رو ملاحظه مشاهده خواهند کرد، یه قربالگری ابتدایی انجام میشه، علائم حیاتشون گرفته میشه و در صورتی که فرد امکان تلقی رو داشته باشه به مجموع استیشن واکسیناسیون میره. بعد از واکسیناسیون همونطور که ملاحظه فرمودید در اینجا تحت نظر قرار میشن، حدود قریب 1 ساعت تحت نظر خواهند بود. اگر عوارض خاصی پیدا نکنن ان شاء الله تشریف میبرن که برای مراحل بعدی ان شاء الله داخل باشن. دکتر، افرادی که مراجعه میکنن آیا به پرونده سلامتشون رجوع میشه علاوه بیماری قبلی؟ بله بله بله، بیماران خاص خوشبختانه اصلا پرونده مدون دارن، هم در حوزه بهداشت هم در حوزه درمان. چون مثلا به طور مثال امروز که ما اینجا میزبان بیماران پیوندی هستیم، عزیزانی هستن که تشریف میارن و در واقع چون قبلا اینها بعد داروها رو به صورت منظم دریافت کنن، همشون پرونده های خیلی کامل بالینی و در واقع دموگرافیک دارن. اینها معمولا چون باید در طول ماه مرتب دارو بگیرن، هم در حوزه دارو غذا هم در حوزه درمان دانشگاه، ما در حال حاضر حدود 70,000 پرونده برای بیماران خاص که با تایید وزارت بهداشت انجام شده. البته در فاز اول حدود 35,000 مجموعه اینها در زمره فرایند واکسیناسیون قرار خواهند گرفت. تو الان که من خدمت شما هستم در روزهای اخیر بالای بر 11,000 نفر از این عزیزان تلقی واکسنشون انجام شده. ما پیش بینی میکنیم ان شاء الله تا 10 روز آینده بخش کثیری از اینها ان شاء الله واکسن شون. کی بود؟ یه سال رفتیم بسیج آمریکایی کجا درمان کنیم؟